اخیرا مسئله تحت عنوان دین ابراهیمی با هدف تجمیع ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت در گوشه و کنار جهان مطرح می شود. به گفته پاپ تو از رس دوم اما مطرح کنندگان این اتحاد نیت دیگری از دینسازی خود دارند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. ایده دین ابراهیمی چند سالی است که رونمایی شده و ظاهر زیبایی هم دارد اما این ایده ظاهرا تنها به دنبال اهداف سیاسی است تواز روس دوم پاپ قبطی های مصر ایده دین ابراهیمی را اندیشه سیاسی و غیر قابل قبول می داند. در همین راستا پاپ تواز روس دوم در گفتگو با یک شبکه مصری گفت ایده هایی چون دین ابراهیمی وجود دارد که سیاسی است مثل این است که بگوییم ادیان و مذاهب مانند رنگ هایی باشند که می توانیم آنها را هر گونه که بخواهیم تغییر دهیم این با تفکر دینی سازگاری ندارد و به کلی غیر قابل قبول است وی با اشاره به سخنان شیخ الازهر ادامه داد برخی عقیده دارند که منشأ ادیان آسمانی یهودیت مسیحیت و اسلام بر اساس تاریخ حضرت ابراهیم علیه السلام است و همچون غرب می اندیشن. اما ما این امر را در شرق غیر قابل پذیرش می دانیم. پاپ قبطی های مصر ادامه داد خاور میانه مهد ادیان است و این عقیده دین ابراهیمی نتیجه یک تفکر سیاسی است که هدف آن شکستن اصول و پایه های هر دینی است که موجودیت و هویت انسان را حفظ می کند. در اوایل نوامبر گذشته احمد طیب شیخ از هر فراخان یکی کردن ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام در قالب یک دین واحد با عنوان دین ابراهیمی را رد کرد. طیب در این باره گفت این فراخان مانند فراخان جهانی سازی، اخلاق جهانی و سایر فراخان هاست. اگرچه در ظاهر امر خواستار ایجاد وحدت در جامعه انسانی و رفع اختلافات و درگیری ها باشد اما فی نفس فراخانی برای مصادره آزادی عقیده ایمان و اختیار است روزنامه الاهرام نیز به این ایده پرداخته و نوشت نخستین کسی که اصطلاح دین واحد را با هدف سیاسی صرف به کار برد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بود که درباره روابط امارات و اسرائیل برای اولین بار از این اصطلاح استفاده کرد و سازش امارات و اسرائیل در سال 2020 را توافق بین دو دین ابراهیمی عنوان کرد البته این اصطلاح در قالبی دیگر و پیش از ترامپ در این سوی دنیا اما با همان اهداف سیاسی استفاده شد و آن اتحاد شیعه و سنی بود اتحادی که به نظر می رسد هیچ انسان عاقل و منصفی نمی تواند آن را بپذیرد خصوصا با ماجرای به آمده در ایران و بی حرمتی امام جمعه اهل تسنن و هواشی این مسئله